امسال نسبت به سالهای قبل هم از نظر کیفیت، هم از نظر درشتی و رنگی و شیرینی بهتر از سالهای قبله. امسال خیلی خوبه انگورامو، هم از میبینی خوشه از اول تا آخر، سایز دونه هاشون یکی هن، زردن، شیرینشون بیشتره. پارسال که سیل اومد تمام لوله هامونو پر لجن و رفتن زیر لجن ها خراب میشد، هم بابلرامون، هم شیرهای آبمون، هم لوله هایی که از حوز حوزچه ها میاد بیرون، اینا همه را از بین برده. سیل مجبور شدیم اینایی که سیل خرابشون کردن به صورت غرقابی جوبی مجددن درستشون کردیم. هزینش بالاتره، تأمین و نگهداریش مشکلتره، تولیدش کمتره، کیفیتش نسبت به لوله که قطره خیلی شون نه، هزینش بیشتره، علفه های هر زیاد در میاد. جاز کشاورزی برای ما خوبه، چرا؟ چون کارشناس هم بالاخره کارشناس نمیشه مقایسه کرد با سنتی، مکانیزه نمیشه مقایسه کرد با سنتی. اونو اگر یکم احساس مسئولیت، حالا نمیدونم به دلیل میدونم اونم بوجه ندارن، نمیدونم امکانات بهشون نمیدن، وسیله بهشون نمیدن، نمیدونم جریان چیه، یعنی سرزدهشون خیلی کمه اینجا به این باغ، به این باغات، به اینا بیشتر سر بزنن. اینا اگر آقا یه کارشناس میاد بینه، آها کارشناس دیگه علیکه که نیست، رفته درس خونده فلان خونده، میدونیش تا برگره میبینه ای آقا چه موادی کم داره. 12 هکتار انگور داریم، از این 12 هکتار 4 نوعش عسکریه، 4 نوعش هم سلطانیه و بقیه قرمز. اینا ما از 14 سه شروع میکنیم به چیدن انگور شیرین تا امروز که 15/4 داره رو به اتمام، تقریبا یک ماه خورده زمان میبره تا انگورای شیرین ما تمام کنیم. قبل از انگور شیرین قوره است، این قوره هم تقریبا برج 2 شروع میشه، تا 15 روز فقط قوره رو میچینیم. بعد از قوره برگ حدود یک ماه هم ما شروع میکنیم برگ چیدن، برای دلمه و چیزهای دیگه استفاده میکنن. فقط مشکل ما کارشن باید از سنتی به مکانیزه تبدیل کنیم، از مسئولین اونایی که واقعا دلشون میسوزه برای این انگورکارا بیان از نزدیک از این سنتی ما را راحت کنند و تبدیلش کنند به مکانیزه، و هم کارمون راحت تر میشه، هم هزینه‌مون کمتر میشه، هم تولیدمون چی بیشتر و کیفیت بهتر.